اون مجادله من با آقای اکبر گنجی در بعد از 2 خرداد، یعنی بفرمایید که احتمال داره سال مثلا 77 یا 78 بود، در یکی از روزنامه های اصلاحات ایشون در سالگرد شهید مطهری مقاله مفصلی نوشته به اعتبار و به تعبیر من شهید مطهری رو خیلی مصادره کرد به نفع تفکرات خودش، یا بفرمایید که نظریه های اصلاح طلبانه به معنای خاص سیاسی اون مقطع. رفرنس هایی هم از شهید مطهری داد و من دیدم کاملا شهید مطهری رو تحریف کرده و من با شناختی که از اون شخصیت داشتم میدیدم که این 180 درجه با اون مطهری که من شناختم فرق می. من پاسخ اون مقاله رو دادم خیلی مشروع، عنوان اون مقاله رو هم گذاشتم خیش را تعویل کن نی ذکر را، که برگرفته از ابیات اشعار مولوی است. جالب اینه که من همون مکتب دوستان اصلاحاتمون اصرار زیادی کردم که حالا که شما مقاله اکبر گنجی رو زدید، حالا پاسخ اینم که یه مقاله کاملا علمی و تحقیقی است، یادمه بیشتر از 50 تا رفرنس من از شهید مطهری دادم در پاورقیش و یه دو سه روزی وقت منو گرفت. البته این کارو نکردم، یعنی با آقای نوری فکر میکنم عبدالله نوری صحبت کردیم، آقای سعید حجاریان چون رفیق و بچه محل ما بود اصلا ایشونو واسطه کردیم، گفتیم این همه شعار به هر حال شما میدید از آزاد اندیشی، ما هم اصلا اینجا حرف سیاسی نزدیم، بی بحث کاملا فکری است و مبنایی است و اکبر گنجی شخصیت دیگری از مطهری ارائه کرده. حالا اینم یه پاسخی است، اینم یه نظره و ما اگه جای شما بودیم حتما منتشر میکردیم. متاسفانه کم لطفی کردم، بعدن روزنامه جمهوری اسلامی آقای مسیح مهاجری لطف کرد و چون کاملا قبول داشت نگاه ما رو، او چاپ کرد.